فیلم و صدای آشنا. فیلم محمد رسول الله به کارگردانی مصطفی عقاد، ساخته حدود 40 سال پیش. روایتی از زندگی پیامبر اسلام بعد از 40 سالگی و جنگ‌های صدر اسلام با 10 میلیون دلار هزینه ساخت. فیلمی که به بسیاری از زبان‌ها از جمله فارسی دوبله شد. لااقل محمد به وعده‌اش وفا کرد. درو به زور باز نکرد. از قلب‌ها وارد میشه نه از دیوارها. بعد از حدود 40 سال حالا نسخه‌ای متفاوت از آن ساخته شده. به کارگردانی مجید مجیدی و با بازیگران ایرانی. کارگردان این فیلم در مصاحبه با بخش انگلیسی سرویس جهانی بی بی سی از انگیزه های ساختش میگوید. به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک مسلمان همیشه نسبت به این نگاهی که نسبت به اسلام داشت خب خیلی ناراحت بودم. این احساس میکردم که حق مطلب این نیست و در واقع پیامبر ما وجوه خیلی بزرگی داره، وجوه معرفتی و انسانی داره و این چیزی که در واقع داره در دنیا گفته میشه تا کاملا خلاف واقعیت موجوده. ساخت این فیلم 3 سال پیش کلید خورد، اما اولین مرحله تحقیق آن به بیش از 7 سال پیش برمیگردد. تحقیقی که به گفته کارگردان فیلم را عاری از اختلاف بین گروه‌های مختلف مسلمانان می‌کند. به تصویر کشیدن مکه و مدینه در زمان پیامبر اسلام با همان حال و هوا، قم، کرمان و عسلویه لوکیشن‌های اصلی فیلم در ایران. هندی‌ها موافقت نکردند ولی آفریقای جنوبی خانه موقتی بازیگران این فیلم شد. همه اینها بیش از 62 میلیارد تومان هزینه داشته برای فیلمی که قرار است نگاهی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد. فیلمی که دوران کودکی پیامبر اسلام تا 13 سالگی را روایت می‌کند. دورانی متفاوت از فیلمی که قبلا ساخته شده بود. هرچند کارگردان این فیلم سعی کرده بود با احتیاط فراوان جلوی هر گونه اختلاف بین گروه‌های مختلف مسلمانان را بگیرد، اما الازهر مصر اولین انتقاد را متوجه این فیلم کرد. الازهر می‌گوید ممنوعیت مجسم کردن شخصیت پیامبران تنها به ممنوعیت به تصویر کشیدن چهره آنها محدود نیست، بلکه مجسم کردن صدای انبیا نیز به هیچ وجه جایز نیست. به همین دلیل از مسئولان ایران خواستند که مانع از اکران این فیلم شوند. کارگردان فیلم حضرت محمد منتقدانش را به دیدن این فیلم دعوت کرده. بالاخره ما باید به دنیا چجوری پیامبر خودمون رو معرفی بکنیم؟ از طریق مثلا حالا کتاب نوشته، حالا اینها یک بخشیه، ولی برها زبان تصویر امروز به خوبی میتونه تاثیرگذار باشه و ما بتونیم یه چهره واقعی از پیامبر و دین اسلام رو معرفی کنیم. در سینمای بعد از انقلاب ایران هیچ فیلمی نه به این اندازه برنامه ریزی داشته و نه هزینه. این فیلم ریشه در مذهب دارد و به گفته کارگردانش سعی دارد چهره واقعی اسلام و پیامبر اسلام را به تصویر بکشد. بسیاری منتظرند ببینند فیلم حضرت محمد مجید مجیدی میتواند محبوبیت 40 ساله فیلم محمد رسول الله مصطفی عقاد را زیر سایه خود ببرد یا نه. سعید توفیقی، بی بی سی.